سلام و درودی بی پایان خدمت هموطنان عزیزم. این تیم قرار هستش که با بازیکن زیر 23 سال در لیگ هنگ کنگ شرکت بکنن. یه پاس فرصت آفساید، اما پاس تو عمق خیلی قشنگ بود از هافبک‌های ما که بازبینی هم نداریم، چون میتونست در صورت بازبینی هم که آفساید باشه دیگه، خیلی مشخص بود. ما رو میتونه امیدوار کنه در ادامه مسیر حضور در جام جهانی. یه فرصت برای طارمی که سه تا بازی کنه هنگ کنگی او رو آته کردن. عبور میکنه تلاش ستودنی های صفی که به توپ رسید، همین حرکت و گل برای ایران. گل برای ایران. تلاش احسان های صفی باعث شد که به توپ برسه. یه پاس عالی تو عرض، اضافه شدن سردار آزمون و اولین گل مسابقه، چیزی که انتظارش رو نداشت. اندرسون به سرش اومد. ببینیم چقدر خوب پاس به عقب رو ارسال کرد. به نظر محبی بود. اضافه شدن آزمون و زدن 48مین گل ملیش، خیلی خوبیه. بغل پای فنی های صفی، پشت دفاع طارمی میتونه گل بزنه، میبره به کناره ها و گل برای ما. باز هم با پاس تو عرض و حالا میتونیم واژه گل 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 رو تکرار بکنیم در ادامه بازی. سردرگمی و آشفتگی خط دفاعی هنگ کنگ رو ببینید و البته پاس هوشیارانه مهدی و جایگیری حرفه‌ای سردار با یه بغل پا. احساس ناراحتی احسان، پشت محوطه جریمه به شکلی خیلی حرفه‌ای توپ رو با دست مخالف در آورد. دست بردار نیستن بچه‌ها. ضربه تماشایی و واکنش دیدنی کاوینگ. رضایان برگردون طارمی که یه لحظه نگاه میکنه به داور که خطای مدافعین هنگ کنگ رو بگیره بروش. بارها برای تیم ملی نروژ بازی کرد طارمی، گل سوم میرفت محقق بشه که این اتفاق رخ نداد برای مهدی طارمی. لحظه ای اثر گذار بود. جهانبخش توپ رو در میاره، از راه دور سر میخوره جهانبخش تا توپ آروم آروم به تسه کاوینگ برسه. گل سوم محقق خواهد شد. یاخی توپ کمونه میکنه، دو تا بازیکن اومدن برگردون بزنن. اشتهای بالای بچهای ما برای زدن گلای قشنگ رو نشون میده که فکر میکنم استو که طارمی خورد به سر و صورت محبی. بازی فعلا متوقف هست. اینجا با هم ببینیم یه پاس نمایشی، برگشت توپ سامان قدوس، حی حاضر، یه ضربه بغل پا، توپ برمیگرده روی واکنش دروازه‌بان هنگ کنگ. جانبخش رو در روی مدافع چپ هنگ کنگ برمیگردونه برای رضاییان که موقع بهتری داره برای ارسال، میفرسه ضربه سر. نگاه میکنه اونجا دروازه‌بان هنگ کنگ که توپ طارمی چجوری به بیرون میره. رضاییان رو تیر یک میفرسته، کورنر مجدداً تکرار میشه. یا خیلی داور نظرش این است که توپ آخر رو بچه های ما زدند. آزمون به توپ برسه، فکر میکنم آفساید بگیره. کمک داور اگر رها میکرد برای طارمی قطعاً نمیتونست این اتفاق رخ بده. هرچی که بود دروازه‌بان هنگ کنگ اومد بیرون و توپ رو دور کرد. راه میفته محبی، حاج صفی تیر دورتر، رضاییان اضافه میشه، جهانبخش، کورنری از کنار دروازه. باز هم از کنار دروازه بازی به سود هنگ کنگ دنبال خواهد شد. جهانبخش کنترل میکنه، زاویه بسته است، پاس به عقب میتونه بده. حالا این کار انجام میده، فرصت برای گل سوم. مگه میشه باور کرد محبی از این فاصله نزدیک نتونه توپو در دروازه قرار بده؟ میبینه انتظار این پاس دقیق رو نداشت از سامان قدوس. جهانبخش، رضایان کنارش، همکاری این دو، یه لایی میزنه با پای چپ، فریب میده، به هم میریزه و توپو حیف که به بیرون زد. افسوس کادر فنی امیر قلعه‌نویی که منتظر گل سوم هستند. اونجا کنارش هست محبی، فرصت داره برای پاس هوشیارانه، خودش تصمیم میگیره برای ضربه زدن. خوبم میزنه که توپش با اختلاف از کنار دروازه هنگ کنگ بیرون رفت.
به بیرون، یه بازیکن متعادلش برهم میخوره، توپ نرسید به عزت اللهی، کم آورد در آغوش تسکاوینگ قرار گرفت. یه تصمیم هوشیارانه، یه لحظه فرار از بازیکن هنگ کنگ، میره تک به تک بشه، یه پاس تو عرض میده، دقت عمل بالای کنانی زادگان که خیلی خوب رسوند خودشو به اون منطقه و این شانس مسلم گلزنی رو گرفت از هنگ کنگی ها. بیرانون شروع خوب، کنترل جام بخش، اضافه شدن سایر مهاجمین، یه فرصت گل سوم، ولی توپ با کمترین اختلاف از کنار دروازه به بیرون. شروع خوب بیرانوند، یه پاس به جلو، اضافه شدن آزمون، نوک پای او و در نهایت توپی که با خوش شانسی دروازه‌بان هنگ کنگ را یاد شد. یه فرار، فرصت برای گل سوم سردار، میتونه خودش بزنه، پاس میده، آفساید هم نیست، ولی آفسایده. چرا خودش نزد آزمون؟ انقدر که عجله کردم بچه ها تو اون پاسای آخر. اینجا قشنگ آزمون خودشو رسون. دقیقه 80 رو داریم پشت سر میگذاریم. اسدی، بازم آزمون، این بار خودش باید بزنه تو پرو که میزنه و مماس با تیر دروازه به بیرون. خوبم زد اسدی، راه میندازه تارمی رو، میتونه پنالتی اعلام بشه در نبردی که چسبیده با تارمی حرکت میکرد مدافع حریف. رضاییان فضای به وجود اومده برای گل سوم ما که اصلاً قرار نیست گویا ما به گل سوم برسیم. روند تیمش، تارمی میره تک به تک بشه، با پای چپ میزنه و بالاخره گل زد تارمی هم در این بازی با پای چپ، همکاری او با آزمون. فوتبال دیگه رو به جلوه، پاس به جلو، حرکت رو به جلو و تماشاگر و بیننده تلویزیونی گل میخواد دیگه. بری 10 نفره بزنی زیر توپ و یه گل بازی رو ببری و کارنامه از خودت به جا بذاری، دورش گذشت. فوتبال یک نمایشه، یک هنر به تمام معنیه که باید از مربی هنرمند استفاده بشه. ترابی بهش نزدیک میشه، فضا رو برای او به وجود میاره، تو عرض بزنه تارمی، خودش میزنه، واکنش دروازه‌بانه هنگ کنگ که انصافا بهترین بازیکن تیمش بوده. هایصفی و رضاییان، رضاییان میزنه و گل چهارم رو زد رامین رضاییان. همونطور که همه فکر میکردن شاید احسان هایصفی بزنه، غافلگیر کرد دفاع و دروازه‌بان رو. دو گل دقایق ابتدایی، دو گل دقایق انتهایی، نتیجه 4-0 گام نخست مقابل هنگ کنگ و امیدوار باقی ماندن به بازی‌های بهتر. مسئولیت پایان بازی، گام اول انتخابی جام جهانی 2026.